3 2 1 چون یکی شاروم گفتی. سلام، اگه فکر میکنید گوشی های ایرانی همیشه ظاهر زشتی دارن و نمیتونن با برندهای خارجی رقابت کنن، اشتباه فکر میکنید. ما امروز یه گوشی خوش ساخت از یه برند ایرانی رو داریم که میخوایم با هم بررسیش کنیم. جی پلاس ایکس 20. جی پلاس معمولاً گوشی خوش ساختی تولید میکنه. این مدل X20 هم که پیش ماست هم خوشگله هم کیفیت ساختش خوبه. پنل پشتی گوشی پلاستیکیه و خب حالت مات داره که اثر انگشت رو به خودش جذب نمیکنه، ولی بعد یه مدت چربی به خودش میگیره که باید تمیزش بکنید. بالا سمت چپ پنل پشتی یه ماژول دوربین مستطیلی داریم که دوربیناش به حالت عمودی قرار گرفتن. فریم کناری هم پلاستیکیه که خب بازم کیفیت ساختش خوبه. سمت چپ اسلات سیم کارت رو داریم که علاوه بر دوتا سیم کارت یه کارت حافظه هم توش قرار میگیره. سمت راست گوشی دکمه های تنظیم صدا و پاور قرار گرفته که دکمه حسگر اثر انگشت هم باهاش ادغام شده که به نظرم سرعت و دقتش خوبه. ولی یه مشکلی که هست این دکمه یه خورده کوچیکه و ممکنه انگشتتون راحت روش نشینه. بالای گوشی کاملا خالیه. پایین گوشی هم اسپیکر، پورت شارژ تایپ سی، میکروفون و جک هدفون 3.5 میلیمتری رو میبینیم. جی پلاس X20 از یه صفحه نمایش 6.52 اینچی IPS LCD با رزولوشن HD پلاس استفاده میکنه که خب به نظرم تو این بازه قیمتی کیفیتش خوبه و رنگا رو خوب نمایش میده. دو تا نکته جالب اینجا هست. توی تنظیمات صفحه نمایش میتونید حالت نمایش تصویر رو روی حالت استاندارد، ویوید و سر تنظیم بکنید. و یه چیز دیگه این که این صفحه نرخ نوسازیش 90 هرتزه، ولی توی تنظیمات صفحه نمایش نمیتونید اون رو 90 هرتزی کنید. یه بخش جدایی داره که میتونید برید اونجا گزینه ی های اسپید رفرش رو بزنید تا صفحتون 90 هرتزی بشه. تو قاب دوربین جی پلاس X20 سه تا دوربین هست. اصلی 50 مگاپیکسلی، ماکرو 2 مگاپیکسلی و یه تشخیص عمق 2 مگاپیکسلی. برای دوربین سلفی هم از یه لنز 8 مگاپیکسلی استفاده میکنه. تو بررسی‌هایی که من انجام دادم متوجه شدم که کیفیت دوربین این گوشی تو این بازه قیمتی خیلی خوبه. تو تنظیمات گوشی اگه برید متوجه میشید که دوربین داره با کیفیت 50 مگاپیکسلی براتون عکس میگیره و شما میتونید کیفیت عکاسی رو روی 30، 12 و 7 مگاپیکسلی هم تنظیم بکنید. دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی هم کیفیت اونچنانی نداره، ولی اگه دوست دارید عکسای ماکرو بگیرید نیازتون رو برطرف میکنه. دوربین تشخیص عمق هم کارشو خوب انجام میده و میتونه به راحتی توی عکسای پورتره سوژه رو از بک‌گراند جدا کنه. دوربین اصلی و سلفی هر جفتشون میتونن با کیفیت 1080 و 30 فریم بر ثانیه براتون فیلم برداری بکنن. با توجه به همه موارد میشه گفتش که دوربین جی پلاس X20 توی این بازه قیمتی خیلی خوبه و خب شاید توی بازه قیمتی بالاتر هم بتونه با گوشی ها رقابت کنه. جی پلاس X20 از اندروید 12 استفاده میکنه و رابط کاربریش هم اندروید خامه. تو نگاه اول چیزی که نظرتون رو جلب میکنه سادگی و راحتی کار با گوشیه، چون این گوشی مثل گوشی‌های برندهای دیگه هیچ اپلیکیشن اضافی روش نصب نیست و راحت میتونید به چیزهایی که میخواید دسترسی پیدا بکنید. البته جی پلاس یه سری قابلیت‌های دیگه به گوشی اضافه کرده. مثلا میتونید انیمیشن شارژ رو تغییر بدید یا برید توی یه بخشی از تنظیمات و یه سری قابلیت‌های دیگه بهش اضافه بکنید. اندروید خام در کنار قابلیت‌هایی که جی پلاس به X20 اضافه کرده باعث شده تا کار با گوشی لذت بخش باشه و شما اصلا احساس این که دارید با یه گوشی 4-5 تومانی کار میکنید بهتون دست نده.
جی پلاس ایکس 20 از تراشه ارزون قیمت مدیاتک هلیو جی 37 با 4 گیگابایت رم و 128 گیگابایت حافظه داخلی استفاده میکنه. شما میتونید با این گوشی کارهای روزمره‌تون رو به راحتی انجام بدید و چون صفحه نمایش 90 هرتز و رابط کاربری هم ساده است، لگ و کندی هنگام کار باهاش احساس نمیکنید. البته میتونید بازی‌های سبک هم روش اجرا بکنید، ولی نباید توقع داشته باشید بازی‌های سنگین مثل گنشین ایمپکت رو براتون اجرا بکنه. X20 از باتری 5000 میلی آمپر ساعتی استفاده میکنه. توی جعبه‌ش هم یه شارژر 15 واتی است. این باتری بزرگ و صفحه نمایش LCD باعث میشه که مصرف باتری گوشی خیلی پایین بیاد. ما آخرین باری که گوشی رو شارژ کردیم 5 روز پیش بود و هنوز گوشی شارژ داره. البته این قضیه مال حالت آماده به کاره. اگه شما بخواید ازش به صورت مداوم استفاده بکنید تا 2 روز هم بهتون جواب میده، که به نظرم تو این بازه قیمتی خیلی خوبه. سرعت شارژش هم به نسبت خودش خوبه. جی پلاس ایکس 20 یه گوشی خوشساخت و خوشگل ایرانیه که قیمت مناسبی هم داره. اگه بودجهتون در حد 4-5 میلیونه یا میخواید یه گوشی دوم مناسب داشته باشید، به نظرم X20 میتونه یکی از بهترین انتخاباتون باشه. امیدوارم این ویدیو برای خرید گوشی بهتون کمک کرده باشه. مرسی که با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.